گرد همایی بزرگ مقاومت در پاریس، هراس فزاینده در ولایت خامنه ای. یک عضو هیئت رئیسه مجلس ارتجاء در گفتگو با تلویزیون حکومتی وحشت زده از اجتماع عظیم ایرانیان با حضور شخصیت‌های برجسته و نمایندگان پارلمان‌ها از کشورهای مختلف جهان گفت سیاستمداران آمریکا و اروپا در این گرد همایی بر تشدید تحریم‌ها برای به زانو درآوردن نظام تاکید کرده‌اند. این روزها هم در ادامه رویکرد خصمانه غرب در قبال کشورمان یک بار دیگه نشست سالانه این گروهک تروریستی در پاریس برگزار شد و مهمانانی از مقامات پیشین آمریکایی، اروپایی و سعودی در اون حضور داشتند. نشست حامیان گروهک تروریستی منافقین هفته گذشته در حالی در پاریس پایتخت فرانسه برگزار شد که سیاستمداران تندروی آمریکایی، اروپایی و سعودی در این نشست به تکرار ادعاهای ضد ایرانی خود پرداختند. رودی جولیانی، شهردار پیشین نیویورک و وکیل فعلی رئیس جمهور آمریکا که همواره مواضعی ضد ایرانی داشته و پیش از این با سرکرده گروهک تروریستی منافقین دیدارهایی هم داشته است، بر تشدید تحریم‌های ایران برای به زانو درآوردن آن تاکید کرد. You've been able to form resistance units all over Iran. Those protests are not happening accidentally. Those protests are happening because they're being coordinated now. با همه اینها غرب این گروهک تروریستی را نه تنها از فهرست سیاه تروریست‌ها خارج کرد، بلکه در سال‌های اخیر با در اختیار قرار دادن امکانات مختلف در صدد تقویت آن به عنوان نیروی اپوزیسیون برآمد. برای مثال دولت فرانسه که مدعی حمایت از حقوق بشر است، در تمام این سالها با وجود آگاهی از اقدامات تروریستی گروهک منافقین به سران این گروهک و همراهانشان پناهندگی داده است. اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که در یک کشور اروپایی مثل فرانسه به طور کامل آزادی برگزاری نشست دارن، تبلیغ دارن، فعالیت دارن، کارشون رو دارن انجام میدن و حتی گاهن مورد حمایت قرار میگیرن از خود دولت ها، اصلا که اگر بحث حمایت نبود نمیگذاشتن که این نشست ها و امثال همون رو برگزار بشه. چون شخصیت های حقوقی رسمیشون نمیخوان شرکت بکنن، مثل رودی جولیانی میفرستن یا کسانی که جان بولتون اگه یادتون باشه تا قبل از اینکه مشاور امنیت بشود مرتب تو این جلسات شرکت میکرد و اونجا اظهار نظر میکرد، یا آدمهای از این دست رو میفرستن. اگه 5 نفر از اینها در یک گوشه کشور ما دچار یک در اثر یه حادثه شورشی کشته بشون، چه سر صدایی کشور دنیا درست میکنن؟ تو همین وقایع اختشاشاتی که تو این روزها بعضن بعضی جاها دیده میشه و ردپای گروهک منافقین هم تون دیده میشه، به طور علنی اعلام هم میکنن، رسما هم اعلام میکنن، شما میبینید که باز حکومت و دولت ملت ایران محکوم میشن، سر صدا میشه، بیانیه صادر میشه، گزارشگر ویژه حقوق بشر برامون تعیین میشه. چرا ما باید گزارشگر ویژه داشته باشیم؟